باشندگان کابل تنها قربانی حمله های هراس افگنانه نمی شوند، بل قربانی فعالیت های روبه افزایش باند های تبهکار نیز هستند. به خانه یکی از کسانی می رویم که قربانی راهزنی در غرب کابل شده است. قربان علی نام دارد. سرپرستی خانواده 9 نفری را به دوش دارد. شب زمانی که به سوی خانه می آمده، 3 فرد مسلح راهش را می گیرد و با ضرب چاقو و بوکس پنجه خودش را زخمی می سازند و دار و ندارش را با خود می برند. اینمی 3 نفر بود آمد زدند که بوکس پنجه و چاقو زد. هم بایی که ما گرفت از موبایل ما دستم گرفت فرار کرد رفت و در اونجا دیگه هیچ کسی نبود. بسیار غال مغال کردم، سر و صدا کردم، من تا کس نشنید. قربان علی تنها قربانی این گونه رویدادها نیست. ده ها چون او قربانی این گونه رویدادها شدند. اما به نظر می رسد که بیشتر قربانیان این گونه رویدادها مانند او باور ندارند که پلیس بتواند عاملان این گونه رویدادها را مورد بازپرس قانونی قرار دهد. اما وقتی که من از خاطر موتورسیکلم شکایت کرده بودم، هر روز برای من یک تلفن می آمد که تو بیا سعی کو 12. 12 می آمد می گفتم موتورسیکل من این رقم بود. او یک موتورسیکل دیگر نشان بده. تا آخر گفتم من از امو تیر، از موتورسیکلم تیر، من از کار زندگی هم ماندم. بخو پیدا نمیشه. برای ما یک جنجال رو شده. از حرف های باشندگان کابل هم چنان برمی آید که هر شب دست کم چند سرقت و جنایت در هر حوزه از کابل صورت می گیرد. به خاطر اینکه شبانه بسیار بزی میشه، سرقت میشه. قتل ده میشه ده دراب میشنیم ده گوش خود. دوزی خیلی زیاد است. پریشاو یک از این بچهای خاله مرا در می منطقه آسیابینی میشه گفت رایش گرفتن، یک چند چاقو هم زدیشه، یک مقدار پیسه‌ش هم برده. خواستیم دیدگاه پلیس کابل را نیز در این باره داشته باشیم، اما با تلاش‌های فراوان موفق به این کار نشدیم. شمار زیادی مردم حکومت را متهم می‌کنند که بیکاری و فقر را کاهش دادن نمی‌تواند و این کار سبب افزایش راهزنی و سرقت‌های مسلحانه شده است.